در دنیای خبرنگاری کم نیستند خبرنگارانی که گزارشگری را از کانونهای تشنج و بحران و جنگهای تمام عیار تجربه کرده باشند و گاه جانشان را هم در این راه به خطر انداخته باشند. ولی در میان خبرنگاران ایرانی شمار این افراد نادر است. یکی از این افراد نادر که از نزدیک به 50 سال اخیر در اکثر مراکز بحرانی و جنگ در جهان به عنوان خبرنگار حضور داشته، مصطفی دانش است. مصطفی دانش که کتاب خاطراتش زیر عنوان رد پای من میراث جنگ سرد اخیراً منتشر شده، میگوید وقتی در اوایل سال دهه 70 میلادی بعد از دریافت دکترایش در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کلن در جستجوی کار دانشگاهی بود، تلفنی به او شد که مسیر کار حرفه‌ایش را به کلی عوض کرد. آن تلفن چه بود و امروز بعد از نزدیک به نیم قرن کار خبرنگاری چه حرفی برای خبرنگاران جوان دارد؟ آقای مصطفی دانش، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. با درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون بی بی سی فارسی. آقای دانش، سال 1977 و شما روی مبل اتاق نشیمنتون لم دادید و در فکر پیدا کردن کار هستید که به شما تلفنی میشه که مسیر زندگیتون رو عوض میکنه. ماجرا چی بود؟ من در سال 1977 در واقع تحصیلاتم تموم شده بود و قرار بود به ایران بازگردم و منتظر جوابی بودم از دانشگاهی در ایران یا در کشوری مانند آلمان که بتونم در واقع به تحقیقات دانشگاهی ادامه بدم و استاد دانشگاه در آلمان بشم. در این شرایط تلفنی از تلویزیون آلمان به من شد و شخصی که به من تلفن کرد یکی از مجریان بسیار بسیار افسانه‌ای تلویزیون آلمان بود به نام ورنر هوفر. آقای ورنرهوفر در روزای یکشنبه یک برنامه گپ داشت، در واقع گفتگوی سیاسی، که در اون خبرنگاران بسیار با شهرت و مشهوری شرکت می‌کردم. من تازه تحصیلاتم به اتمام رسیده بود و اصلا به این فکر نبودم که ممکنه تلفنی از جانب یک چنین مجری بسیار معتبر آلمانی به من بشه و این شخص به من تلفن کرد و من دعوت کرد در برنامه‌اش در واقع روز یک شنبه شرکت بکنم و درباره مسائل جهانی با روزنامه نگاران دیگری که در این برنامه شرکت می‌کردن به بحث و مصاحبه بنشینم. و خوشبختانه این اتفاق باعث شد که من به دنبال کار خبرنگاری و روزنامه نگاری بر بیام و شروع بکنم که زندگی خودم و حرفه خودم انتخاب بکنم و این حرفه روزنامه نگاری بود. بسیار خوب. شما البته در سال 1964 که فکر میکنم میشه 1343 خورشیدی برای ادامه تحصیل به آلمان رفتید و از همون اوایل ورودتون هم وارد فعالیت‌های دانشجویی اون زمان شدید که به هر حال یک رونقی پیدا کرده بود در بین محافل دانشجویی ایرانی به خصوص. میشه گفت که زمینه علاقمند شدن شما به کار خبرنگاری به نوعی به واسطه اون فعالیت‌ها بود؟ من در جنبش دانشجویی فعالیت بسیار شدیدی داشتم و در اون شرایط با رهبران جنگ سرد، رهبران بعدی جنگ سرد، در واقع کسانی که بعدها در کشورهای دیگه به ریاست جمهوری رسیدن، به طور مثال دو سانتوش در آنگولا یا در افغانستان نجیب الله و کارمال یا در اتیوپی شخصیت‌های دیگری که در دولت اتیوپی نقش بازی می‌کردن و همچنین در نیکاراگوا، با این شخصیت‌ها من قبلا در زمان دانشجویی آشنا شده بودم و طبیعتا زمانی که به حرفه روزنامه‌نگاری آغاز کردم امکانات وسیع رو در جنگ سرد داشتم که بتونم به این کشورها برم و به حرفه روزنامه‌نگاری یا به عنوان مخبر جنگی در واقع فعالیت شدیدی در این کشورها داشته باشم. درست در شرایط جنگ
در سالهای 1979 و بعد از آن که در این کشورها به ویژه در آنگولا، در نیکاراگوئه، ایران و افغانستان مراکز بحرانی جهان بودن، امکانات وسیعی داشتم که بتونم در اونجا به عنوان روزنامه‌نگار و مخبر جنگی حضور داشته باشم و حتی اتفاقات پشت پرده رو ببینم که چه اتفاقاتی میفته. و البته در اون زمان شما مقالات هم در مجله ها و روزنامه های آلمان در این خصوص می نوشتید، یعنی در واقع علت اینکه آقای ورنهوفر به شما مراجعه کرد به دلیل مقالاتی بود که از شما خونده بود توی این روزنامه های اون زمان آلمان. طبیعتا موقعی که من شروع کردم به مقاله نویسی هنوز به این فکر نبودم که روزنامه نگار بشم. در واقع هابی من بود و سعی کردم چندین مقاله برای روزنامه های معروف آلمانی به ویژه فرانکفورت رونچا بنویسم و این مقالات باعث شد که این مجری افسانه‌ای آلمانی، در واقع باید به این مطلب اشاره بکنم، تنها برنامه سیاسی معتبری که در اون زمان در آلمان پخش می شد روزهای یک شنبه بود و در این روز در واقع روزنامه نگاران بسیار بسیار معروفی در این برنامه شرکت می کردن، کسانی که 30 سال در واقع روزنامه نگار بودن در این برنامه شرکت می کردن. توجه بکنید در مابین آنها جوانی که تازه تحصیلاتش به اتمام رسیده و حتی به این فکر نیست که روزنامه نگار بشه دعوت میشه به چنین برنامه‌ای، نه یک بار بلکه چندین بار. این باعث شد که من در مدت کوتاهی در آلمان و کشورهای آلمانی زبان مانند اتریش و سوئیس در واقع شهرتی به دست بیارم و در برنامه‌های تلویزیونی این سه کشور حضور داشته باشم. این باعث شد که من در واقع شغل روزنامه‌نگاری را انتخاب کردم. شما البته موقعی که رفتین آلمان، برادر شما احمد دانش حدود 25 سال قبل به آلمان رفته بود و اونجا پزشک بود و کار میکرد، و ولی خب در این حال آدم سیاسی بود و بسیار فعال در محافل ایرانی و جنبش دانشجویی اون زمان. و علت فعالیت های شما در مثلا جنبش دانشجویی قاعدتا بایستی به واسطه فعالیت های برادرتون بوده باشه. طبیعتا همینه. من موقعی که وارد آلمان شدم، برادر من دکتر احمد دانش در جنبش دانشجویی و در جنبش سیاسی در خود آلمان فعالیت شدیدی میکرد و اون شخصیتی بود که باعث شد منم به این راه کشیده بشم و در واقع به جنبش دانشجویی ایرانی، کنفدراسیون ایران بپیوندم. و در همین شرایط بود که من سفرهای زیادی به کشورهای دیگه میکردم، به فرانسه میکردم، به ایتالیا میکردم، به پرتغال میکردم و در این شرایط بود که من تونستم رهبران بعدی و رؤسای جمهوری بعدی کشورهایی که در بحران جنگ سرد نقش اساسی را داشتن در اون زمان آشنا بشم و این در واقع همون چیزیست، همون آغازیست برای حرفه خبرنگاری من. و خوشبختانه این ارتباطات باعث این شد که من بتونم به مناطق بحرانی جهان مانند آنگولا، مانند آفریقای جنوبی، مانند افغانستان و نیکاراگوا و دیگر کشورها سفر بکنم و از این کشورها برای تلویزیون‌ها و مطبوعات آلمانی زبان در اتریش، آلمان و سوئیس گزارش تهیه بکنم. حالا آقای دانش، بعد از اینکه دیگه رسما و به طور حرفه‌ای خبرنگار شدید، اولین مأموریت خبرنگارتون چی بود و در کجا بود؟ کی بود؟ من تازه تحصیلاتم به اتمام رسیده بود در سال 1974 و جالب این بود که من در تلویزیون آلمان به عنوان دانشجو کار میکردم و با عده زیادی از روزنامه نگاران آلمانی و دبیران تلویزیون آلمان آشنایی داشتم و یک تیمی از تلویزیون آلمان سفری به ویتنام داشت و در این سفر من به عنوان عضوی از این تیم تلویزیون آلمان به ویتنام، به سایگون رفتم. این اولین سفری بود که من در سال 1974 به عنوان یک مخبر جنگی شروع کردم. و جالبه که ما موقعی که به سایگون رسیدیم، در واقع این شهر در محاصره ویتکونگ بود، اجازه خروج از شهر را نداشتیم، یعنی در اواخر جنگ ویتنام بود و امکانی که بتونیم از سایگون خارج بشیم چنین چیزی وجود نداشت. همون زمان من متوجه شدم که در واقع جنگ ویتنام به اتمام خواهد رسید و ویتکونگ پیروز خواهد شد و این اولین سفری بود و اولین تجربه‌ای بود در زندگی
روزنامه نگاری من. بسیار خوب. حالا کتاب خاطرات شما آقای دانش پر از رویدادهای تلخ و شیرین ولی بسیار جذاب و خوندنیه. شما هم روی جلد کتابتون و در و هم پشت جلد کتابتون عکس نلسون ماندلا رو گذاشتین که در یکیش با هم دست میدین. البته ماندلا خب شخصیت بسیار بیمانندی بود و خیلی قابل درکه که عکس گرفتن با او فوق‌العاده مهمه، ولی رابطه شما با نلسون ماندلا خیلی بیش از عکس گرفتن با او بود. رابطه من با نلسون ماندلا در واقع در کشور نامیبیا در شهر ویندهوک پایتخت نامیبیا شروع شد. من مهمان رئیس جمهور نامیبیا آقای نوروما بودم، باش مصاحبه داشتم و بعد از مصاحبه رئیس جمهور نامیبیا به من چنین گفت که فردا شب ما جشن استقلال خودمونو در ویندهوک داریم و منو دعوت کرد به این جشن استقلال نامیبیا و این اولین باری بود که من در این جشن با این چهره بزرگ جهانی اسطوره صلح و مقاومت نلسون ماندلا آشنا شدم. ولی دلایل این آشنایی دلایل دیگری هستند. من چند سال قبل از آن با آلفرد نوزو دبیر کل سازمان کنگره ملی آفریقا آشنایی و دوستی داشتم و در سفری که به جنوب آنگولا داشتم به مناطق در واقع سازمان یونیتا و مناطق شورشیان در آنگولا داشتم، دو نفر از همرزمان ماندلا در اونجا توسط شورشیان یونیتا که بر علیه دولت مرکزی در لواندا در آنگولا مبارزه می‌کردند دستگیر شده بودند و محکوم به اعدام شده بودند. در این آشنایی که با آقای آلفرد نوزو دبیر کل ANC داشتم، دبیر کل کنگره ملی آفریقا داشتم، اون از من خواهش کرد در سفری که به جنوب آنگولا داری کوشش بکن شاید این دو اسیر و همرزم ماندلا رو ببینی و خوشبختانه من موفق شدم با اونها صحبتی داشته باشم و کدی را که آلفرد نوزو به من داده بود به اونها برسونم و سه ماه بعد این دو نفر که محکوم به اعدام بودند در آنگولا، در جنوب آنگولا و در دست نیروهای شورشی بودن، اینا تونستن آزاد بشن. در واقع مقدمه و آغاز آشنایی من با ماندلاست و این آغاز دوستی بسیار گرمی است که من با ماندلا پیدا کردم و 6 بار با این چهره بزرگ جهانی و افسانه‌ای ملاقات و نشست داشتم و حتی به خانه او دعوت شدم و مهمان او بودم. بسیار عالی. خیلی جالبه که شما علاوه بر اینکه مثلا با چهره های به اصطلاح این برای قضیه ای که مثل کنگره ملی آفریقا و رهبران بعدی آنگولا اینا و MPLA مثلا که اون موقع فعالیت میکردن برای استقلال آنگولا در تماس بود، در این حال با یونس ساونبی هم در تماس بود که رهبر شورشیان آنگولا بود که از طرف آفریقای جنوبی به هر حال حمایت میشد و علیه دولت مرکزی میجنگید و این ماموریت رو شما به هر حال از به دلیل آشناییتون با سوینبی داشتین. چطوره که شما به هر دوی اینها به این شکل نزدیک بودید؟ ببینید، من در زمان دانشجویی در واقع همیشه فکر می‌کردم که باید به اتفاقات جهانی با عینک بدبینی یا خوشبینی نگاه نکنم. من در سفرهایی که در واقع به پرتغال داشتم نه تنها با دو سانتوش رئیس جمهور آنگولا آشنا شدم، در همین سفرهام با یوناس راوینبی رئیس و رهبر شورشیان آنگولا هم آشنا شدم و این روابط رو نگه داشته بودم و خوشبختانه موقعی که روزنامه نگار شدم و مخبر جنگی شدم آقای زوینبی از من دعوت کرد که به جنوب آنگولا برم، به منطقه‌ای که در واقع شورشیان در اونجا استقرار داشتن و پایگاه خودشون رو داشتن. این رابطه نزدیک من با زوینبی بود. به این مطلب باید اشاره بکنم، من در زندگی روزنامه نگاری هم همیشه کوشش کردم که بی‌طرف باشم. حتی در زمان جنگ‌های افغانستان و جهاد افغانستان من نه تنها به کابل می‌رفتم، به منطقه نیروهای دولتی می‌رفتم و گزارش تهیه می‌کردم، بلکه به پاکستان می‌رفتم و از طریق مجاهدین غیرقانونی وارد افغانستان می‌شدم برای اینکه می‌خواستم بدونم در واقع نگاه
مجاهدین و در واقع فعالیت و جنگ مجاهدین بر چه اساسی است. بنابراین من همیشه در زندگی روزنامه نگاریم سعی کردم بسیار بی‌طرف باشم و یک روزنامه نگار مستقل باشم و به عنوان یک روزنامه نگار مستقل در واقع گزارش های خودم رو تهیه بکنم. ولی شما فکر میکنید آقای دانش اون ماموریتی که به شما داده شد از طرف کنگره ملی آفریقا که برین و زندانیان اونها رو در دست سوینبی در آنگولا ببینید، آیا این نقض بی‌طرفی نیست؟ شما جانب گرفتید، از طرف یک جانب رفتید کمک به دیگری؟ نه، ببینید من در واقع مأموریتی که داشتم یک مأموریت روزنامه نگاری بود. از طرف تلویزیون آلمان به جنوب آنگولا می‌رفتم و اون اتفاقی که افتاد در واقع این از قبل چنین اتفاق چنین مسئله‌ای مطرح نبود. من موقعی که خواهان این بودم که به جنوب آنگولا برم تماس گرفتم با رهبران ANC، با آلفرندوزو و گفتم که دارم به جنوب آنگولا میرم و خواستم از اون مشورت بگیرم. در ضمنی که اون به من مشورت میداد و در واقع بحثی بین ما در گرفت در رابطه با این سفر و متوجه شد که من خواهان اینم که حتما به جنوب آنگولا برم، بعد از این بود که از من خواهش کرد حالا که تصمیم گرفتی به این منطقه بری، اگه بتونی این کارم برای ما انجام بدی کار بزرگی را کرده. من در این رابطه در واقع مسئله حقوق بشر و جان دو زندانی مطرح بود، جان دو زندانی که در واقع من میتونستم نجات بدم و من فکر میکنم این به بی‌طرفی من اصلا ارتباطی نداشته و در واقع در شرایطی که در آفریقای در آنگولا بودم، در جنوب آنگولا بودم، این امکان برام پیدا شد و در کتاب اینو من توضیح دادم، این امکان پیدا شد که بتونم این دو نفر رو در واقع نجات بدم. البته میتونست خیلی خطرناک هم باشه برای شما اگه متوجه شده بودن اون گروه های و نفرات سوینبی که شما همچین مأموریتی دارید و همچین کوری رد و بدل کردید، به احتمال زیاد خطر جانی داشت براتون. کاملا بسیار خطرناک بود و به همین خاطرم من 3 هفته تمام در واقع در منطقه جنوب آنگولا بودم و در این 3 هفته اصلا این مطلب رو مطرح نکرده بودم که من میخوام با زندانیان در واقع گروه یونیتا، شورشیان یونیتا صحبت بکنم. زمانی که خود فرمانده کل نیروهای یونیتا آقای سوینبی از من سوال کرد آیا آرزوی دیگری هم داری، تازه شب آخر بود که ازش خواهش کردم آرزوی دیگر من اینه که زندانیان با زندانیان شما هم ملاقاتی داشته باشم، زیرا در خارج از کشور چنین مطرح میشه که شما زندانیانتون رو شکنجه میکنید. آقای زبینبی دستور داد که دانش رو ببرید و همه زندانیان ما رو در واقع ببینه، با اونها صحبت بکنه و مصاحبه بکنه و این به طور اتفاقی بود که من موفق شدم با این 2 نفر از همرزمان ماندلا روبرو بشم و در واقع کدی را که قبلا به من داده شده بود در بین سوالام این کد را مطرح بکنم و خوشبختانه موفق شدم جان 2 نفر رو نجات بدم و امروز افتخار میکنم که جان 2 نفر از همرزمان ماندلا را در واقع نجات دادم و با این شخصیت بزرگ افسانه‌ای جهان روابط دوستی برقرار کردم. بسیار خوب جناب دانش. البته خطر دیگه‌ای هم در کابل در زمان ریاست جمهوری نجیب الله از سر شما گذشت. زمانی بود که در کابل بودید و در هتل اینترکانتیننتال کابل و به شما یک دعوتنامه‌ای مخفیانه داده شد از طرف احمد شاه مسعود که برید و ایشون رو ببینید. من احمد شاه مسعود به خوبی میشناختم، یعنی در واقع بعد از سقوط نجیب الله در سال 1992 چندین بار با احمد شاه مسعود ملاقات و مصاحبه داشتم، ولی قبل از اونم احمد شاه مسعود منو به خوبی میشناخت. همونطوری که گفتم من به عنوان یک خبرنگار بی‌طرف سعی میکردم که در واقع به سراغ مجاهدین و مناطق مجاهدینم برم و تنها خبرنگاری بودم و فکر میکنم حتی در جهان تنها خبرنگاری بودم که موفق شد از شهر کابل، یعنی پایتخت کابل، به مناطق مجاهدین بره. تا آن زمان هیچ کس چنین جرأتی رو نمیکرد که از کابل، پایتخت در واقع نیروهای چپ، به داخل مناطق مجاهدین وارد بشه و من
این کار رو کردم، به مناطق مجاهدین رفتم و باعث استقبال نیروهای احمد شاه مسعود قرار گرفتم. ولی بعد از ظهر آن روز شخص دیگری وارد در واقع صحنه شد و اون آقای جلال الدین حقانی بود و در واقع اون برای من مشکلاتی ایجاد کرد و خطراتی بزرگی برای من ایجاد شد که خوشبختانه افراد احمد شاه مسعود موفق شدن منو از این خطری که منو تهدید میکرد نجات بدن. بسیار خوب آقای دانش، اجازه بدید برگردیم به آلمان و در سال 1356 و 57 که در ایران حرکت هایی شروع شده بود علیه حکومت شاه، و در اون زمان شما به عنوان یک چهره شناخته شده در رادیو تلویزیون های آلمان، در مطبوعات و رسانه های آلمان بودید و مقاله و تحلیل مقاله می نوشته، تحلیل می کردید و عمدتا از حرکت های مردم در داخل ایران و انقلاب ایران حمایت می کردید، دفاع می کردید در واقع از انقلاب در اون زمان. آیا در اون موقع شما با آقای خمینی هم ملاقات کردید و مصاحبه کردید؟ شما به درستی مطرح کردید. من در سالهای 1977-88 از انقلاب مردم ایران دفاع می کردم و زمانی که آقای خمینی به پاریس آمد، سه سفر به پاریس داشتم و با آقای خمینی در واقع مصاحبه برای مطبوعات آلمان کردم. و در اونجا صحبتهایی که آقای خمینی می کرد این بود که در واقع روحانیت در امور سیاسی دخالت نخواهد کرد و این سکولارها خواهند بود که در ایران دولت را تشکیل خواهند داد. من بعد از پیروزی انقلاب ایران سفری به ایران داشتم و برای تلویزیون سوئیس با آقای خمینی مصاحبه در قم داشتم، یعنی در ماه آوریل سال 1979، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران من آقای خمینی را در قم دیدم. در آنجا با مسائلی روبرو شدم و با اتفاقاتی روبرو شدم که متوجه شدم که خمینی که من در پاریس دیدم، چهره‌ای که در پاریس دیدم، دیگه اون چهره‌ای نیست که من در قم دارم اونو می‌بینم. در حضور عده زیادی از رهبران کشورهای دیگه، از سومالی، سودان، عراق، لبنان و کشورهای دیگه که دعوت آقای خمینی بودن، آقای خمینی از اونها میخواست که انقلاب اسلامی ایران رو صادر بکنن. این اولین ضربه ای بود که در واقع در اون نشست من با آقای خمینی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب به من وارد شد و این باعث شد که من قدم به قدم از انقلاب ایران و در واقع از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دوری بکنم. در واقع این زمانی بود که بعدها برادر منو در ایران دستگیر کردن، زندانی کردن، 5 سال اونو شکنجه کردن. دکتر احمد دانش در واقع شخصی بود که فعال سیاسی بود ولی هیچ گونه گناهی نداشت و بر علیه جمهوری اسلامی اقدامی نکرده بود. در سال 1983 او رو دستگیر کردن و در سال 1988 اونو در زندان اوین اعدام کردن. در واقع تمام این اتفاقاتی که در ایران افتاد باعث این شد که من قدم به قدم از انقلاب ایران دوری بکنم و در تلویزیون ها و مطبوعات آلمانی زبان در اتریش، فرانسه و حتی در اتریش، سوئیس و آلمان فعالیت شدیدی رو بر علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنم. و اگه به کتاب دقت بکنید، شخصی بودم که اولین بار تصویر خمینی را با جمجمه‌های قربانیانش در روی مجله اشترن آلمان طراحی کردم و اونو منتشر کردم. شما میگید که رد پای من میراث جنگ سرد، یعنی بخش عمده فعالیت‌های شما در زمان جنگ سرد صورت گرفته و تجربه کار خبرنگاری زیادی در اون زمان داشتید. چطور شما آقای دانش اون زمان رو با الان، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و بعد از بین رفتن اون سازمان دو قطبی جهانی، چطور شما این دو رو مقایسه میکنین با هم دیگه امروز؟ ببینید، کتاب من به نام میراث جنگ سرده. در واقع همونطوری که شما به درستی گفتید، من در جنگ سرد به عنوان روزنامه نگار و مخبر جنگی فعال بودم
و از جنگ ویتنام در تمام جنگ های دنیا شرکت کردم و در واقع کتاب من حاصل حضور خودم در جنگ هاست و بر اساس خاطراتم در واقع تجزیه و تحلیل کردم. البته از مدارک و اسناد زیادی در این کتاب استفاده کردم، ولی باید به این مطلب اشاره بکنم، موقعی که ما از جنگ سرد صحبت میکنیم در واقع از دو سیستم متخاصم سوسیالیسم و سرمایه‌داری که با هم میجنگیدن صحبت میکنیم. در واقع در اون زمان این مطلب بود که کدوم سیستم بر علیه سیستم دیگری پیروز خواهد شد و جنگ کی بر کی در حال انجام بود. ولی امروز موقعی که ما از جنگ سرد جدید صحبت میکنیم، من معتقدم که در واقع یک اختلاف بسیار بسیار بزرگی با جنگ سرد داره و اون اینه که امروز منافع اقتصادی و اختلافات اقتصادی نقش اساسی رو بازی میکنه. امروز دیگه جهان تک قطبی نیست، امروز ما با یک قدرت بزرگی دیگری مانند چین روبرو هستیم، امروز با قدرت اتحادیه اروپا روبرو هستیم و ابرقدرت آمریکا. حتی بین اتحادیه اروپا و ابرقدرت آمریکا اختلافات شدید اقتصادی وجود داره و بهترین نمونش هم همین اختلاف بین آمریکا و آلمان در رابطه با پروژه گاز دو نورد استریم میباشه که آمریکا مخالفت میکنه با این پروژه گاز که باید از روسیه به آلمان کشیده بشه و در واقع آمریکا میخواد تمام کسانی که در این پروژه شرکت دارن اینها را مجازات بکنه. بسیار خوب جناب دانش، اگه بخواین دلیل موفقیتتون رو برای کمک به خبرنگاران جوان امروز ایران به عنوان انتقال تجربه بخواین بگین در یک جمله کوتاه چه خواهید گفت؟ من میگم که یک روزنامه‌نگار باید مستقل باشه، بی‌طرف باشه و در واقع خودشو ابزار سیاست و هیچ سیاستی نکنه و خودش به دنبال واقعیت‌ها و حقیقت‌ها بره و آن چیزی رو که خودش واقعیت میدونه اونها رو در گزارش‌های خودش منعکس بکنه. خیلی متشکرم آقای مصطفی دانش از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنونم از شما.